سلام، درس 15 رو با هم شروع میکنیم تحت عنوان Romance, Marriage and Divorce. خب ما این درس رو در کتاب قبلی هم داشتیم. درس دوم ارتباط نزدیکی با این درس داره. خوبه که اون درس هم مرور کنیم. خب Romance، در واقع Romance همون مدل Love هست، عشق و عاشقی و این موارد. Marriage ازدواج و Divorce جدایی. بخش اول رومانس رو میخونیم، در واقع اون حالتی که اون علاقه‌ای که پیش از معمولاً یه رابطه ایجاد میشه و باعث به وجود آمدن اون رابطه است. میگه که I had my first date when I was 16. اولین قرارمو، دیت هم قراره دیگه، اولین قرار عاشقانه رو 16 سالگی داشتم. And it was terrible. و خیلی بد بود. I took a girl to the cinema but she didn't like the film. یه دختری رو برش هم بردم سینما و اونم از فیلم خوشش نیومد. And looked bored all evening. و کل بعد از ظهر قیافش کسل و حوصله‌اش سر رفته بود. It was a bad start. خیلی شروع بدی بود. Then when I was 17, بعد وقتی که 17 سالم شد, I went out with a girl for 3 months. با یه دختری بیرون رفتم. To went out همون بیرون رفتن، اما منظور این که معادل همون رابطه داشتن است. با یه نفری رابطه داشتم، بیرون رفتم برای 3 ماه. But we broke up when she met a boy who was 2 years older than me and had a car. و ما break up کردیم. Broke up گذشتش، جدا شدیم زمانی که اون یه پسری رو دید که 2 سال از من بزرگتر بود و ماشین هم داشت. My first serious relationship. اولین رابطه جدیم، serious relationship, was when I went to university. زمانی بود که رفتم دانشگاه. I got to know Melanie. با ملانی آشنا شدم. To get to know somebody. جلسه قبل داشتیم. I got to know Melanie because we were on the same course. داشتیم یه درس رو پاس میکردیم، یه کورس رو میخوندیم. At first we were just friends. اولش فقط دوست بودیم. آره همه همینه. Then we started going out with each other. بعد یواش یواش شروع کردیم با هم رفتیم، بیرون رفتیم. And after a few months we realized we were in love. و بعد چند ماه متوجه شدیم که عاشق هم دیگه ایم. To be in love یعنی عاشق بودن. To be in love with somebody. اون ادامهش رو اینجوری میگیم. We got engaged a couple of years after we left university and then خب ادامه ماجرا. To get engaged در واقع یک مرحله قبل از to get married هست. We engaged یعنی نامزد کردیم. A couple of یه 2 سال بعد. معمولا گفتم a couple به معنی 2 ساله، ولی وقتی شما دارید حدودی در مورد یه چیزی صحبت میکنید به 2-3 سال ترجمه میکنیم. 1-2 سالی به این حالت. و 1-2 سالی بعد از اینکه دانشگاه رو ترک کردیم، خلاصه یه سری اتفاقا افتاد که دیگه 3 نقطه گذشته ما در جریان نیستیم. خیلی خوبه که شما یک همچین متنی هم برای خودتون بنویسید، حالا یا واقعی یا از تخیلتون استفاده کنید، یه چیزی بنویسید. تمرین خوبی خواهد بود. به طور کلی به عنوان یک توصیه کلی بگم، هر جا تو درس می‌بینید یه پاراگرافی هست، شما هم سعی کنید مشابه اونو بنویسید. حالا یه دونه در مورد خودتون، در مورد دیگران. 2-3 بار که این کارو بکنید اون مطلب رو یاد می‌گیرید. بریم بخش دوم، marriage. یه بار دیگه میدونم که جلسه در واقع کتاب اول گفتم، من باز میگم. اینایی که آخرشون AGE دارن، حالا نه همه این کلمات، غالبشون تلفظشون به حالت age هست. نمیگیم marriage یا marriage، marriage ایج صداره، مثل village مثلا قبلنا مثال زدم. village اینا رو پس ایج نمیگیم. خب میخونیم که we got married the following year. میگه ازدواج کردیم. the following year یعنی next year، سالی که در ادامش میاد. Next, the next year میتونه همون the following year باشه. سال بعدش ازدواج کردیم. We didn't want a big ceremony.
نمیخواستیم، یه جشن بزرگ نمیخواستیم. سرمونی یک جشن هست. So we had the wedding in the local church near Melanie's home. میگه که و بعد جشن عروسی رو the wedding، یادتون باشه دیگه گفتم اینو به هیچ وجه نمیگیم the wedding party. The wedding party به هیچ وجه معنی جشن عروسی نمیده. جشن عروسی همین the wedding هست. The wedding party یک معنی کاملا متفاوت داشت که تو کتاب اول درس دوم توضیح دادم، اگر یادتون نمیاد اونجا رو بخونید، دیگه تکرار مکررات نکنید. میگه پس ما مراسم عروسی رو در کلیسای محلی، in the local church، کجا؟ near Melanie's home، نزدیک خونه ملانی، with just family and a few friends. خب پس مراسم رو در کلیسای محلی نزدیک خونه ملانی گرفتیم که خانواده ها، خانوادهمون و یه تعدادی از دوستان، a few friends بودن. Afterwards بعدش، این کلمه رو به صورت afterward هم بدون این اس آخرش هم میتونید بگید. Afterwards we had the reception in a small hotel nearby. Reception اینجوریه که همون مراسم بزن و بکوب و بخور بخور و این مراسمی که در عروسی هست، اینا به اون میگن reception. معمولا reception برای اینها اینجوریه که یه مراسمی دارن و اون حالت عقد و این چیزا توش انجام میشه و بعد میرن توی ریسپشن. از اولش، از اون مثل ما، از اون اولش که وارد میشن شروع نمیکنن به خوردن تا آخرش. خب البته که به نظرم مال ما واقعا قشنگتره، جالبتره و خیلی صمیمیتره، ولی خب حالا مال اینا متفاوته. ریسپشن پس به اون مراسمی که بعدش میگن. معمولا هم اینجوریه که خیلی ها در مراسم ابتدایی که عقد هست یه سری لباسای رسمی، گاهی حتی سنتی میپوشن و بعد تو ریسپشن یه دفعه میبینید که طرف متحول شد، یه لباس دیگه پوشید چون دیگه پارتی شروع شد. And then we went on our honeymoon to Greece. رفتن به یونان هم، به خصوص اگر بریتانیایی باشید یا بریتانیایی ببینید، یه زمانی خیلی مد بود. یعنی مثل این که در ایران همه پا می شدن می رفتن ترکیه، اون هم همه پا می شدن می رفتن یونان. الان مقصد گردشگریشون معمولا تغییر کرده، بیشتر به سمت اسپانیا می رفتن. ولی خلاصه میگه که ماه عسلمون هم در نهایت انداختیم رفتیم یونان، که خب سواحل بی نظیر و جزایر فوق‌العاده داره و برای بریتانیایی ها ارزون هم هست به نسبت. در بخش common mistakes میگه که she got to know Darren at university. اون با Darren در یونیورسیتی، در دانشگاه آشنا شد. نمیگیم she knew Darren at university. خب به نظرم خیلی بازه، به اشتباه نمیافتید. یا بعدی میگه که now they plan to get married و not to get married. خب اینم فکر نمی کنم مشکلی باشه، چون میدونید اکثر این common mistakes ها تأثیر زبان مادریه دیگه. ما یک همچین چیزی، همچین تأثیری کمتر در زبان فارسی داریم. در این یه مورد ما حداقل نزدیک فکر میکنیم. تنها موردی که ممکنه برای ما مشکل ساز باشه اینه که در کتاب قبلی هم تأکید کردم. She's getting married to Darren next year. داره با Darren ازدواج میکنه سال آینده. و نه with. تو فارسی ممکنه ما اینو بگیم، چون میگیم فلانی با فلانی ازدواج کرد دیگه. و خیلی ها اینو اشتباه میذارن with، در صورتی که این تو هست. دو تای بالایی بعیده که برای زبان آموز فارسی زبان مشکل ایجاد کنه. در بخش دوم خب ثمره ازدواج میبینید که داره همینجوری جلوتر و جلوتر میاد. در رابطه با فرزندان صحبت میکنیم. میگه که just over 3 years later، 3 سال بعد، یعنی یه کمی اونورد بیشتر از 3 سال، just over، یه کمی بیشتر از 3 سال بعد، ملانی got pregnant. To get pregnant یعنی حامله، حامله شد. And our first child، بچه اولمون کل، was born just 2 days after our 4th wedding anniversary. و بچه اولمون کل دقیقا 2 روز بعد از 4th سالگرد ازدواجمون، wedding anniversary به معنی سالگرد ازدواج، کلمه anniversary به معنی سالگرد،
حالا قبلش اگر یه چیزی باشه سالگرد فلان چیز هست. Wedding anniversary سالگرد ازدواج. We had a big celebration. یک جشن بزرگ داشتیم. A big celebration. یه نکته جالبی که در زبان انگلیسی هست خوبه که اینجا بگم. اگر مثلا یه نفر خانومش باردار باشه و آقا بخواد این خبر بده، نمیگه My wife is pregnant. اینو من خیلی دوست دارم. میگه We're pregnant. یعنی ما حامله ایم. یه ذره ممکنه تو فارسی عجیب باشه، ولی این خیلی جالبه. یعنی اینکه این بارداری برای هر دو نفر هست، نه اینکه یه خانم 9 ماه همه زحمت رو بکشه و بعد باباش یه دفعه سر کلش پیدا شو بگی اسم بچه فلان است. این یک عمل دو نفره به حساب میاد که در نوع خودش جالبه. این تفاوت فرهنگی که خب ما میتونیم ازش چیزی یاد بگیریم. در بخش language help ما مثل چند تا درس قبلی یه سری adjective داریم، اون بر noun اسامی که مرتبط با این هستن. engaged یعنی همون نامزد کرده یا نامزد. از اون بر engagement داریم که در واقع اشاره به نامزدی هست. pregnant باردار حامله و pregnancy بارداری حاملگی. celebrate فعل هست، جشن گرفتن، و خود جشن میشه celebration. marry ازدواج کردن در واقع فعل اون عملش هست و marriage ازدواج. پس تفاوت‌های بین این افعال اسامی و صفت‌ها رو خوب بهش دقت کنید. در نهایت بخش دیوورس رو داریم. طلاق یا جدایی اتفاق میفته. میگه things started to go wrong when I got a job as a manager of a sportswear company. میگه اوضاع به هم ریخت. Things started to go wrong. To go wrong یعنی به هم ریختن، به سمت مشکل دار شدن رفتن، یه همچین حالتهایی. خلاصه شرایط و اوضاع به هم ریخت زمانی که من یک شغل به عنوان مدیر در یک کمپانی پوشاک ورزشی پیدا کردم. I was working 6 days a week. 6 روز در هفته کار میکردم. And I had to do a lot of traveling. و کلی هم باید سفر میرفتم. It was difficult for Melanie as well. برای ملانی هم خیلی سخت بود. She was working during the week. اونم در طول هفته کار میکرد. Then at the weekends و در آخر هفته She was often alone with 2 young children و یا on her own. و در آخر هفته اغلب تنها بود با 2 بچه. Alone تنها و یا on her own که این her رو هر سری میتونید عوض کنید دیگه. مثلا من میخوام بگم من تنهایی خودم رو بگم، میگم on my own. میخوام بگم تنهایی تو، شما باید مثلا تنهایی تو تحمل کنی، on your own. و اینو میتونیم عوض کنیم. و خانومش هم با 2 بچه تنها بود. I felt I couldn't give up my job. احساس کردم که نمیتونم شغلمو ترک کنم. And in the end Melanie decided to leave me. و در نهایت در انتها ملانی تصمیم گرفت که منو ترک کنه. The following year we got divorced. سال بعدش ما از هم جدا شدیم. خب give up به معنی ترک کردن، کنار گذاشتن. میگه که I felt I couldn't give up my job. فکر کردم که نمیتونم شغلمو بذارم کنار. عجب عجب، ولی زن و بچه‌مو میتونم. And in the end Melanie decided to leave me. خب تصمیم منطقی هم بوده، تصمیم گرفته که ایشون رو ترک کنه. سال بعدش the following year، سالی که در ادامش میاد، we got divorced، از هم جدا شدیم. خب مطالب بسیار مهمی در دیگه واقعا نمیتونم بگم این درس هم مهم بود، چون همه درس ها مهمه و شما باید سعی کنید که همه رو خوب بخونید، مرور کنید، تمرین‌ها رو هم انجام بدید. احیانا اگر سوالی داشتید در کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.